آیا همه چیز مثل همیشه است؟ نه به طور کامل. به سمت چپ تصویر نگاه کنید. صدایی که شنیدید حاصل بلایی بود که یکی از همراهان پرنس چارلز بر سر میکروفون آورد. بنابراین امروز جوابی در کار نیست. نامه های پرنس چارلز که دولت 10 سال سعی میکرد مخفی نگه دارد سرانجام منتشر شده. چیزی که برای منتقدانش معنای دخالت در سیاست دارد. بگذارید به سال 2004 برگردیم. زمان جنگ عراق تجهیزات نظامی از مسائل حساس سیاسی بود. جایگزینی هلیکوپترهای لینکس به خاطر بودجه به تأخیر افتاد. در 8 سپتامبر 2004 پرنس چارلز به تونی بلر نخست وزیر وقت نوشت: نگرانی من از این است که این یکی دیگر از مواردی باشد که از نیروهای مسلحمان کاری فوق‌العاده مشکل می‌خواهیم بدون اینکه امکانات کافی وجود داشته باشد. به گفته نزدیکانش پرنس چارلز خود را به نیروهای مسلح نزدیک می‌داند و احساس می‌کند که باید زبان آنها باشد. یکی دیگر از مسائل مورد علاقه چارلز کشاورزی است. او این بار در مورد حفاظت از دام‌ها به سراغ موضوع حساس کاهش گورکن‌ها در مزارع رفت. در 24 فوریه 2005 به تونی بلر نوشته: از شما می‌خواهم تا هر جا که لازم است پیگیر کاهش گورکن‌ها در مزارع باشید. دفتر ولیعهد بریتانیا میگوید او تنها احساس مسئولیت میکند و در نامه‌هایش به مسائلی میپردازد که مورد توجه عموم است. اما یک مشاور سابق دولت میگوید او گاهی از نفوذش استفاده غیر معمول میکند. اون امکان ارتباط با وزیران رو داشت در حالی که سازمان‌های خیریه و فعالان این امکان رو نداشتند. سوال اینه که طی این سال‌ها نامه‌هایی که به تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نوشته چه تأثیری داشتن؟ نامه‌هایی که مردم از وجودشون خبر نداره. منتقدان سلطنت می‌گویند برای بقای دربار ولیعهد باید در مورد مسائل عمومی بی‌طرفی خود را حفظ کند. مسئله اساسی اینه که این شخص باید از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشه و نباید مثل طرفداران دو آتیشه در سیاست دخالت کنه. به نظر میرسه پرنس چارلز این کار رو کرده و اگر این کاریه که در 65 سال زندگیش انجام داده احتمالاً در آینده هم همین راهو ادامه میده. اما آیا وزرای پیشین هم فکر میکنن چارلز دخالت میکند؟ فکر نکنم. دولت از افراد مختلفی نامه میگیره. مثلا اسقف اعظم کانتربری و صاحبای شرکت و نمایندهای پارلمان هم نامه می نویسن. چرا پرنس چارلز نباید نامه بنویسه اگه حرفی تو سینش سنگینی میکنه؟ آیا او شخصی مداخله گر است یا شاهزاده‌ای که سعی میکند اوضاع را بهتر کند؟ اگر نامه ها را بخوانید خواهید دید که هر دو جواب ممکن است. نیکلاس ویچل، BBC News.